ارسلان عزیزی قربانی رویداد غم‌انگیز مسجد جامع گذرگاهی هرات، جوانی که 2 روز برای عروسی و ازدواج وی باقی مانده بود، جوانی که داغ بر دل فامیل و اقارب گذاشت و خوشی این خانواده به غم تبدیل شد. ارسلان کی بود و چگونه به شهادت رسید؟ سلام دوستان عزیز، خدا کند خوب باشید. ما در این موارد خواهیم پرداخت. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده، لایک و سابسکرایب را نیز فراموش نکنید. ارسلان عزیزی جوان خوشقامت اما نامراد، یکی از قربانیان رویداد دردناک شهر هرات است که در نخستین انفجار مسجد جامع گذرگاهی هرات جان به حق سپرد. او که تازه از رشته طب از دانشگاه ترکیه فارغ التحصیل شده بود، برای خدمت به وطن و مردمش به افغانستان برگشته بود که بتواند برای مردمش خدمت کند. با گفته اعضای خانواده این جوان قرار بود 2 روز بعد از حادثه ازدواج کند و وارد زندگی جدید خود شود که همه آرزوها و آرمانهای خود را بر دل خاک برد. اعضای خانواده این جوان با نشر پیامی از مردم خواسته است تا از مرگ کسی خوشحال نشوند. شاید روزی خداوند چنین روزی را بالای آن افراد بیاورد که در غم و اندوه دیگران خوشحالی و خرسندی می کند. در تازه ترین پیام خانواده ارسلان عزیزی آمده است: شهید بیگناه بودی. شهید ارسلان عزیزی 7 سال سرش زحمت کشیدیم، در ترکیه طب خواندیم سرش، همه خوشحال بودیم. یکشنبه مراسم عروسیش را می گرفتیم، کارت ها را توضیح کردیم، امروز از دست دادیمش. به همی آسانی محفل خوشی ما به عزا تبدیل شد. مرگ این جوان تعداد زیادی را غمگین ساخته و از جوانی وی صحبت می کنند که در افغانستان مثل ارسلان جوانهای خوشقامت زیادی را با تمام آرزوهایشان از دست دادند و بدل خاک با دستان لرزان خودشان سپرده اند. مادر این جوان که یگانه فرزند جوان خود را از دست داده، در حالت بدی قرار دارد و شبها و روزها فقط اسم ارسلان را صدا می زند و می گوید که در را باز کنید، ارسلان می آید. در دردناکترین لحظه زندگی یک مادر گفته می شود. خداوند هیچ کسی را چنین حالت را نشان ندهد. خداوند فامیل و اقارب شهید ارسلان را صبر دهد تا غم دردناک ارسلان را تحمل کنند.